پرونده رسوایی اینستاگرام گیت رسما به کنگره آمریکا رفت. شرکت متا، مادر اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ، متهم به حذف صفحات و محتویات مربوط به اعتراض‌ها در ایران در جهت کمک به حاکمان جمهوری اسلامی در مقابله با مردم و سرکوب معترضانه. سانسورهای اینستاگرام و فیسبوک در حالی رخ داده که همین حالا هم صدای اعتراضات به سختی از سد فیلترهایی که جمهوری اسلامی روی رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها گذاشته رد میشه. معمولاً چیزی که ما دیدیم این هستش که کانتنتی که مربوط به نقض گسترده حقوق بشر در داخل کشور بیشتر حذف میشه و کسایی که قربانی همچین حذف اکانت ها و یا پست هاشون هستند میگن که به نظر اونا هدف اصلی کسانی که این کانتنت رو حذف میکنن این هستش که در واقع جنبش مردم ایران علیه جمهوری اسلامی رو به حاشیه برونه و یا سعی بکنه اونا رو ساکت نگه داره که نتونن صدایی باشن برای مردم داخل کشور. نشریه واشنگتن فری بیکن در یک گزارش اختصاصی آورده تحقیقات کنگره آمریکا در رابطه با سانسورها توسط سه عضو مجلس نمایندگان این کشور، جیم بانکس، کلودیا تنی و جو ویلسون درخواست شده. این سه نفر از اعضای کنگره، اعضای در واقع پرنفوذی هستند که این رو نوشتن در کنگره و اینا دنبال پاسخگویی هستن از سوی متا. متا در واقع با عنوان یک شرکت امریکایی باید به دولت امریکا، مخصوصا وقتی میرسه به شهروندای امریکا که بعضی از کسانی که قربانی این حذف محتوا شهروندای آمریکایی هستن، باید پاسخگو باشه. قانونگذاران کنگره در مرحله اول به دنبال این هستند که متا برای مقابله با نفوذ هواداران جمهوری اسلامی تاکنون چه اقداماتی انجام داده. در حالی که فعالان ایرانی مدت هاست شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام رو پایگاهی برای تقویت تبلیغات جمهوری اسلامی میدونن، آخرین گزارش‌ها نشون میده اینستاگرام کار نظارت بر محتوای کاربران رو به شرکت تلاس اینترنشنال برون سپاری کرده. که چی شده، چه کسایی توسط چه در واقع دولتی از نظر ما جمهوری اسلامی چه کاری کردن و دنبال این بودن که چه اکانت‌هایی و یا چه پست‌هایی حذف بکنن و هدفشون چی بود. در گزارش ها اومده برخی کارکنان تلاس اینترنشنال به طور محرمانه اعلام کردند که حکومت جمهوری اسلامی بین 5,000 تا 10,000 یورو به اونا پیشنهاد داده تا حساب‌هایی رو که مستندات اعتراضات ایران و خشونت نیروهای امنیتی حکومت رو منتشر می کنند حذف یا سانسور کنند. قانونگذاران کنگره به طور خاص در مورد ایران میپرسند متا چه اقداماتی برای مقابله با نفوذ طرفداران جمهوری اسلامی صورت داده. کنگره در واقع دو روز دیگه وقت داده به شرکت متا، حالا باید منتظر بود که ببینیم آیا تا دهم ماه ژوئن پاسخ میدن یا نه. اگرم ندادن باز هم این فشار باید ادامه پیدا کنه. فعالان و کاربران حساب‌های شبکه‌های اجتماعی میگن نفوذ مستقیم به فرآیندهای داخلی اینستاگرام بسیار شومتر از دستکاری‌هایی که حکومت با استفاده از ربات‌ها صورت میده و با اون سال‌هاست فعالان دموکراسی خواه ایران رو آزار میده. نمایندگان آمریکایی ضمن ارسال متن گزارشی درباره دیدگاه مدافعان حقوق بشر، فعالان دموکراسی و مخالفان جمهوری اسلامی به مارک زاکربرگ، مدیر عامل متا، خواستار پاسخگویی او در این باره هستند. بتی یوسفی، اتاق خبر. Senator, I have not heard that. Okay. Do you think